به نام یاد خداوند متعال و سلام بر شما بیننده های عزیز، باز هم خوش آمدید بیننده برنامه آخر خط به گونه زنده از نور هستید. دیروز رسانه های دیداری و شبکه های اجتماعی ویدیویی را نشر کردند که در آن دختر 19 ساله به نام رخشانه در ولایت غور سنگسار می شود. در این ویدیو دیده می شود که مردان زیاد جمع هستند و رخشانه را در گودال می اندازند و سپس او را سنگباران می کنند. گفته می شود که رخشانه حدود یک هفته قبل در یکی از مناطقی که مقامات ولایت غور آنجا را تحت کنترل طالبان خواندند محکمه سرایی شده و سپس بر مبنای حکم این محکمه سنگسار شده است. در پیوان به این قضیه وزارت داخله به پلیس ولایت غور دستور داده است که عاملان این سنگسار را بازداشت کنند. این رخداد همچنان با واکنش تند کاربران شبکه‌های اجتماعی و شهروندان افغانستان مواجه شده است. شهروندان کشور میگویند کسانی که خود کوچکترین آگاهی از آموزه‌های دینی ندارند در مسند قضا می‌نشینند و بنابر ادعای خودشان حکم شریعت را جاری می‌کنند. در شامگاه نخستین روز سال 1394 هم دختر دیگری به نام فرخنده در شاه دوشمشیره کابل نیز به فجیع‌ترین شکل کشته شد، اما محکمه عاملین آن با اما و اگرهای زیادی نزد مردم همراه است. در نیم ساعت پایانی برنامه آقای فضلی آماج استاد دانشگاه با ما هستند. خیلی خوش آمدید استاد. استاد، در آغاز اگر کلی تر صحبت کنید که هدف از وضع مجازات کیفری در اسلام به خصوص مسئله سنگسار چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و خدمت بینندگان، بدون شک اسلام برای زندگی یک برنامه مشخصی داره که فلسفه این برنامه ای است که انسان ها پاکیزه زندگی بکنن و طبعا یکی از آخرین ابزارهای اسلام برای طهارت جامعه وضع کردن حدود و مرزهایی است که نباید از این مرزها تجاوز شود. حتی حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میفرماید که آخرین چیزی که در اسلام تطبیق میشه حدود است. لذا فلسفه حدود و مرزها در شریعت این است که جامعه با طهارت زندگی بکنه، جامعه در امنیت زندگی بکنه، فساد جامعه تبدیل بشه به صلاح. و مشخصا در باب سنگسار چگونه است این مسئله؟ واقعا اسلام چی گفته و چگونه باید اجرا شود؟ یکی از حدهایی که باید جاری شود حد زنا هست. با ما یک کمی فرصت بدین که یک مقدار بشکافیم تا قضیه روشن شود. در زنا که قرآن کریم میگه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، به زینا نزدیک مشوید که راه بدی است و راه زشتی است. اگر کسی آمد مرتکب زنا شد، آیا با یک ادعایی یا با یک گمانی و با یک شبهه‌ای حدی را و یا مرزی را که اسلام برایش تعیین کرده که برای مرد مجرد و یا زن مجرد صد دره هست و برای کسانی که به اصلاح امسر دارن رجم است تطبیق میشه یا نه حدود و مرزها و شرایط را وضع کرده؟ که البته توضیح این مطلب بسیار زمان میخواه، ولی من بسیار کوتاه به او اشاره میکنم. اول همی که کسی که تطبیق کننده و تنفیذ کننده این امر است یک نظامی اسلامی میباشه که و یا به تعبیر فقها یک امام عادل میباشه که او تنها میتواند که این حدود تطبیق بکنه. یعنی هر کسی در کوچه و پس کوچه و هر چه که دلش خواست نمیتونه حدود تطبیق بکنه. این یک خط سرخ. خط دیگر این هست که کسی وقتی ادعا میکنه که فلان زنا کرده، او باید چهار شاهد بیاره. قرآن کریم آیاتی داره در این باب، چون میخواه آبروی انسانها و حیثیت انسانها محفوظ باشه که هر انسان مؤمن و با وجدانی را بلرزه در میاره. قرآن کریم میگه که اگر شما کسی را متهم میکنین به زنا، شما باید چهار شاهد بیارین. بله. اگر چهار شاهد نیاوردن فجلدوهم 80 جلده، این انسان هایی که این زنان پاک طینت به زنا متهم کردن، اینا را 80 دره بزنین. ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا، و هرگز شهادتشان هم قبول نکنین. و اولئک هم الفاسقون، این مینها انسان های فاسق و بیبندباری هستند. و این چهار شاهدم باید به اصلاح فقها ها، گرچه میگن در شریعت شرم نیست، باید اصلاحا بگم برای از اینکه قضیه وضاحت داده شود، چهار شاهد باید به اصلاح فقها ها کارد در غلاف عملا ببینن. و این چهار شاهد هم نباید اینها حرفه هایشون مختلف باشه.
چنین امری قطعا ناممکن است الای که در یک جامعه ای که بیخی کاملا افسار گسیخته بوده باشد. و از سوی دیگر ما اصول دیگری را داریم که او یک اصل ای هست که ما حق جستجو را نداریم. بله. ما روایتی داریم که بسیار شاید برای شما و بینندگان جالب باشد. حضرت عمر رضی الله عنه به خانه بالا میشه از سری دیوار و میبینه کسی مرتکب این عمل زنا شده. بعد میگه آی مرد از خدا نمیترسی؟ مگر اگر کسی تو را نمیبینه خدا نمیبینه؟ میگه مهلا یا عمر. یک لحظه عمر میگه، میگه اگر من یک گناه کردم تو سه گناه کردی. خدا میگه از پشت دروازه کسی داخل نشوین، داخل شدی. خدا میگه ولا تجسسو، تجسس نکنین، تو کردی. خدا میگه که در خانه کسی داخل شدین بدون اجازهش داخل نشوین، تو کردی. آیا گناه ما بیشتر است یا است؟ حضرت عمر میگه صدقت، راست گفتی، پایین میشه از دیوار میره. و خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حیاتشون این داستان مکررن تکرار شده باید. که انسانهای مثل ماعز که مشهور است، داستان زن غامدیه که پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتم تطهیرن یا رسول الله، ما را پاک بکنین. پیامبر رویشان دور دادن. باز از این طرف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن، باز رویشان دور دادن. بالاخره بار سوم آمد، حتی اکثرا در احادیث چهار بار میاد. مردی پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چهار روز مکرر میاد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه ابی که جنون، تو خود دیوانه نیستی؟ میگه نه، به این هم قناعت نمیکنه. مردم امو به اصلاح همسایه‌هاش قومش فرا میخونه و میگه که این آدم دیوانه نیست. میگه بعد از او سنگسار یا موحد تطبیق میشه. بسیار خوب استاد، مشخصا در مورد نفس رخدادی که در ولایت غور رخ داده شما آمدن ویدیو را مشاهده کردین، با توجه به شرایط را که شما یادآوری کردین که کسی که سنگسار میشه باید این شرایط وجود داشته باشه، فکر میکنین واقعا این مسائل تطبیق شده باشه در سنگسار یزو یا یک محکمه سرایی بوده به اصطلاح؟ ببینین، ما در اسلام تطبیق حدود گروه ها، جماعت ها، افراد ندارن. اگر قرار باشه که هر گروهی در یک جا جمع شوند و گمان بکنن که ما میدانیم حدود تطبیق بکنیم، این یک بلوا و یک مصیبتی بسیار بزرگی را خلق میکنه برای خود اسلام پیشتر از دیگران. حالا همین داستانی که رخ داده، ما گاهی به قول عبدالکریم سروش میگم که اسلام چقدر سخت جانی میکنه. اگر این توطئه های خطرناک و وحشتناک و پلان شده ای که در برابر اسلام صورت میگیره، اگر یکی دو تا از این در برابر هر دین و هر مکتب دیگری صورت بگیره، از بیخ و بن بیرون میکنه و دین و مکتبه. شما ببینید هر انسانی که صاحب عاطفه باشه، وقتی با دیدن این ویدیو و با سر و صدایی که خانم میاندازه، ما در بخش از احادیث داریم، کاش فرصت کافی میشد که سری از این صحبت میشد. کسی میآیه به اصطلاح وقتی حد بالاش جاری میشه فرار میکنه، پیش پیامبر مثلا میگه فرار کردن، ما زدنش. میگه هلا ترکتمو؟ میگه چرا نگذاشتنش برود؟ در فقه احناف که فقه حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هست، در اینجا بسیار بصراحت گفته میشه که کسی که در صحنه سنگسار، البته با اون حدود و شرایط و چیزا را داشته باشه، وقتی که فرار میکنه دیگه کسی حق تعقیب کردن و دنبال کردنش نداره که شما او را دنبال بکنین. چی رسه به ای که شما او را یک جای را حفر بکنین و موجودات عجیب و غریبی در گردی از او جمع شوین و به صورتی بسیار وحشتناک و او را به قتل برسانین، او سر و صدا بکنه و معلومم نیست. حالا یک خانم اولی که در این داستان، چنان که رسانه ها روایت میکنن، البته حرف ما بر مبنای روایت رسانه هاست، در اونجا میگن که دخترک برای یک مردی کهنسال به زور داده شده. شما به من اجازه بدین من بگم که آیا در اسلام این اجازه داره برای پدر حتی؟ بله، حرف خوب است که این موردم روشن شود، بفرمایید. آیا برای پدر هم اجازه داده شده است که کار بکنه؟ روزی خانمی به نام خنسا پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که یا رسول الله، ما پدرم مرا به وشی کاکام به خاطر داده که قدر و منزلت خود بالا ببره، من نمیخوام. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پدرش میخواه، میگه نکاح از اینا را فسخ بکن، تو حق نداری که را به زور به اینها بتی. بعد این خانم ایسات میشه و این جمله جاوید و ماندگار میگه، میگن نی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، من اصلا به کاری که پدرم کرده راضی ام، اما من هدف دیگری داشتم. من میخواستم که به زنها، به پدرهای دنیا بفهمانم که در این امر اینا هیچ حق ندارن. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سکوت میکنن. پیامبر در برابر سخن باطل سکوت نمیکنه. یک حدیث
حدیث بله تقریری ما میگیم برش، که یعنی حدیثی است که عملی که پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انجام داده میشه و پیامبر او را رد میکنه او تایید است. لذا این را بزور میگیرن برای یک کسی میتن و بعد این فرار میکنه. او حدود و او شرایطی را که اسلام گفته در کجای وجود داره که شما بسیار به صورت وحشتناکی را انجام میتین و بدبختانه و باز این را به اسلام نسبت میتین. که یاد آدم یادشم او شعر مولانا میاد که حیف می آید مرا کن دین پاک در میان جاهلان گردد حلاک. بله و مسئله دیگرم که پیشتر اشاره کردین بحث چگونگی محاکم است که فکر میکنین واقعا هدف از وضع تعذیرات در اسلام تنها بحث تعذیر و ترساندن است یا طهارت جامعه را که شما اشاره کردین، یا بحث سلب نفس گرفتن زندگی انسان ها مطرح است که حالا در این سنگسار متاسفانه که این خانم هم از بین رفته؟ ببینین اجازه بتین من یک حدیث دیگر را حکایت بکنم. اینجا پیشم هم هست از امام ترمذی که یکی از کتابای ششگانه حدیث هست. من این دو حدیث هم میخوانم و یک حدیث دیگه هم هست، خوب قضیه روشن میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه ادراء الحدود عن المسلمین ما استطعتم، تا میتوانین تطبیق حدود از مسلمان ها دور بکنین. فان کان له مخرجا فخلوا سبیله، اگر کدام راهی برش پیدا میکنین راهش باز کنین براوه. فإن الإمام أن يخطي في العفو خير من أن يخطي له في العقوبة، اگر امام و زمامدار و قاضی در عفو کردن اشتباه بکنه بهتر است از اینکه در تطبیق حدود اشتباه بکنه. و از طرف دیگر ما زنی داریم در تاریخ اسلام مشهور است به زن غامدیه، چون از قبیله به نام غامدی هست. بله. این زن پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه طهیرم یا رسول الله، میگه مرا پاک کن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رویش دور میده، باز میه رویش دور میده، بعد در آخر میگه مثل که خواستی معایزه بکنی مرا میتو بکنی، مرا حتما پاک میکنی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه شما حمل گرفتین، برین وضع حمل کنین. باز بین وضع حمل میکنه، کودکش میگیره پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. میگه پیامبر میگه حالا خود طفل شما نیاز داره به اینکه شیرخایی به اصطلاح شرخارگیش پورا بکنه، که همه میدونن که مدت شرخارگی در دین حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه دو سال پورا هست. پس از این یعنی نزدیک به 3 سال باز هم میآید، بعد میگه که مرا حدود بالایم تطبیق بکنین. حدود وقتی بالاش تطبیق میشه، نماز جنازه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودش میخونه و یکی از یاران که گمان کنم حضرت عمر رضی الله عنه از پیش میپرسه که شما نماز جنازه ازیرا خواندین؟ میگه چرا نماز جنازه نخونم؟ با خدا این زن توبه ای کرده که اگر توبهش به 70 نفر از اهل مدینه تقسیم بکنی کفایت میکنه. از این احادیث یا مثلا حدیث دیگری که من ستر علی مسلم ستره الله فی الدنیا والاخره، کسی که در دنیا از یک مسلمان چشم پوشی میکنه از گناهش، خداوند از او در آخرت چشم پوشی میکنه. همه ای احادیث نشان میده و تطبیق عملی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشان میده که منظور در دین این نیست که ما، منظور از تعذیرات یا قوانین کیفری در اسلام این نیست که برویم انسان ها را جانشان بگیریم. آخر در فرهنگ قرآنی کشتن یک انسان به مثابه کشتن کل بشریت است. و من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، ما به این خاطر یعنی انگار همه بشریت کشته باشه. بله استاد، در پایان هم خوب متاسفانه در افغانستان پیش از این هم چنین رخدادهای مشابه به وقوع پیوست و شاید همین آخرین رخداد نباشه، و برای جلوگیری از چنین رخدادهای چی شوه، از کدام را باید واقعا افراد جامعه آگاهی برشون داده شوه که چنین کارهای بدون شک ما دو نکته خدمت عرض میکنم. اولی که فهمی درست از مجراهای مختلفی برای طبقات مختلف جامعه داده شوه، و از طرف دیگر حرف دوم است که بگذارن اسلام حکومت بکنه. و ما از همی میز شما فرصت غنیمت میشمارم به یک تعداد از انسانهای فرصت طلبی که این رویدادی را که به هیچ وجهی به اسلام ارتباط نداره ای را شکار میکنن این فرصت، و بعد از این مجرا میرن اسلام و ارزش‌های اسلامی را شکار میکنن. برای از اینا هم میگم اجازه بدین که تعالیم دینی و آموزه‌های دینی به صورت جدی عملی بکنه. حرف آخر این که به قول استاد سید قطب شهید اسلام اول کلان بگیرین بعد بگذارین که ببینین که چگونه حکومت میکنه. اما شما اسلام میکشین به حاشیه، بعد یک رخداد و یک رویدادی که رخ داد بعد به دست پای اسلام میچسبین که اسلام در این مورد چی نظر داره. بگذارین که در جامعه اسلام در همه عرصه ها حکومت بکنه،
قطعاً شاهد چنین رویدادهای وحشتناک و درنده خوی نخواهید بود. سپاسگزار هستم از حضورتان. خیلی سپاس. در پایان هم سپاس از حضور وقت مهمان برنامه فضلی آماج استاد دانشگاه. از شما بیننده عزیز هم سپاسگزار هستیم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.